به نام خدا، سلام و وقت بخیر دارم خدمت دوستان عزیز. قرار شد که این جلسه یه مقداری بریم عمیق‌تر برنامه نویسی که انجام دادیم و با هم بررسی کنیم. ما جلسه پیش اومدیم و اولین برنامه‌مون رو نوشتیم که یک در واقع دیود LED رو بیاد و روشن خاموش کنه برای ما. حالا این جلسه بریم یه مقدار عمیق‌تر بشیم روی موضوعات. عرض کنم به حضورتون که ما یه همچین برنامه ای رو نوشتیم و تونستیم یک LED رو صرفاً با کمک این برنامه چکار کنیم روشن و خاموش کنیم. و وقتی وارد دیباگ شدیم، حالا اجازه بدید یه بار بیلد رو بزنم، این یه بار این پروژه رو از اول بیلد کنه، چون من یه بار چیلینش کرده بودم پروژه رو که بتونم خدمت شما توضیحات ادامهش رو بگم. خب صبر کنیم این بره تموم شه بره تا خدمت شما بگم به چه شکلیه. خب ما اینجا اومدیم از توابع حال استفاده کردیم برای صفر و یک کردن پایه ها، این کار انجام دادیم. حالا من وارد دیباگ که بشم، اینجا میتونم برنامه رو اجراش رو انجام بدم. حالا بریم ببینیم این ساختار داخلی این STM32 به چه شکلی هست. من اولین کاری که میکنم میرم توی منوی در واقع ویو و اینجا یه گزینه واتش داره تماشا، این واتش رو میارم. این پنجره یکی از پرکاربردترین پنجره هایی هست که ما میتونیم ازش استفاده کنیم، به این قسمت اضافه میشه. من خودم همیشه اینو میگیرم میندازم این گوشه این وره تصویر، این یه تیکه اینجا باشه بهتره. این کال استک نشون میده الان داخل چه تابه هایی هستی که الان من توضیحاتشو میگم. این وادشم خوبیش اینه که همه متغیرهای ما رو نشون میده، میتونیم همه رو ببینیم، مقدارشون رو ببینیم، به چه شکلی هستن، همه رو میتونیم ببینیم. این خیلی به کار ما میاد. این مموری هم که یه حافظه ای رو به ما نشون میده، هر آدرسی از حافظه رو بزنم به من دیتاش رو نشون میده. مثلا آدرس صفر حافظه، تو آدرس صفر حافظه که همون کد ما میشه اینا قرار داره. مثلا یه آدرس هایی رو نداریم، آدرس هایی که نداریم و علامت هیچ میذاره، سوال میذاره. یه جای آدرس داریم به ما نشون میده. پس این شد چی؟ این شد مموری. واتشم متغیرهامون رو نشون میده. کال استک هم الان میبینید چجوریه، متغیرهای محلی و اینکه حالا پرش توابه به چه شکله اینو میبینیم. حالا من اینو باید توضیح بدم که اینو متوجه بشید. خب من الان در حالت دیباگ هستم، میتونم خط به خط برنامه رو چکار کنم اجرا بکنم. چجوری میتونم بگم یه خط برو جلوتر؟ تو منوی دیباگ برم چند تا گزینه داره. یه گزینه یه ران داره، اول اینو بگیم، گزینه ریست سی پیوه که اگه من بزنم ریست میشه، انگار دوباره از اول میخواد اجرا بشه. گزینه ران به صورت عادی همینجوری دیگه میره اجرا میشه. گزینه استپ داریم، یک خط میره جلو. من استپ رو بزنم، کلیدش هم یادتون باشه F11، اینو میزنم یک خط رفت جلو از تاب مین، اول مین یک خط رفت جلو استپ رو که زدم. اگر استپ آور یا استپ اوت رو بزنم، اینا یه تفاوتایی با هم داره، اینا رو الان میگم. من فعلا استپ رو بزنم ببینیم چی میشه. استپ رو میزنم وارد چی میشه؟ تابع در واقع حال اینیت میشه. یعنی الان تابع
داخل تابع مین بودیم، اومدیم داخل تابع چی؟ حال اینیت. یه بار دیگه استپ رو بزنم، F11 دیگه. این به بعد دیگه F11 رو میزنم، F11 رو یه بار دیگه بزنم. الان وارد این تابع میشه. ببینید، تابع مین بودیم، رفتیم توی تابع حال اینیت، بعدش وارد چی شدیم؟ تابع NVIC Set Priority Grouping، وارد این تابع شدیم. این تابع سه تا متغیر چی داره؟ سه تا متغیر محلی داره که الان من اینا رو برم، این تازه متغیر محلی ها رو ساخته، اینو مقدار سه بهش داده. آره، یه چنین فرمی داره. از این تابع میاد بیرون، دوباره F11 رو بزنم، وارد این تابع میشه. خب حالا میخوام از داخل این تابع بیاد بیرون، دیگه چند دفعه F11 رو نزنم. اینجا از چی استفاده میکنم؟ Step Out، یعنی از این تابع بیا بیرون، تا آخر اجراش کن، بیا بیرون به اولین خط بعد تابع برو. اینو بزنم، تابع رو کامل اجرا کرد، اومد بیرون. پس استپ خط به خط میره جلو، استپ اوت اگر داخل یه تابعی باشیم، تابع رو تا آخر اجرا میکنه میاد بیرون. استپ اوور اینم خیلی کاربرد داره، F10 F11 و F10، این دوتا مخصوصا خیلی کاربرد دارن. استپ اوور یعنی چی؟ یعنی دیگه داخل این تابع نره، اجراش کنه بره خط بعد. خب من F10 رو زدم، فیلمم هم قطع شد، این فیلمه با F10 قطع میشه، من نمیتونم F10 بزنم. اینجا میام استپ اوور میزنم، آیکونش اینجا هم هست، این استپ اوور یا مو F10، اینو که بزنم یه خط اینو میره جلو، پس فیلمه قطع میشه. مگه F10 کیبوردم بزنم؟ نمیتونم بزنم. پس این شورتکاتاش اینجوری شد، F11 و F10، این دوتا خیلی به کار ما میاد. استک هم که نشون میده از چه تابه هایی کال کردیم، رفتیم توی چه تابه هایی. مثلا اگه 10 تا تابه تو در تو کال بشه، این 10 تاش اینجا چی میشه؟ لیست میشه. یعنی نشون میده استک پشت است، نشون میده بعد از این که این میخواد ریترن کنه بعد کجا بره، میره به تابه در واقع حال اینیت، این خطش، این شماره خطیه که حالا به اسمبلی تو اینجا بوده. خب من یه F11 میزنم از اینجا بیاد بیرون، حالا F10 و کاش این نرم افزاره رو بشه دکمش رو عوض کرد، F10 رو نزنیم که سخته، این مدونه با این بزنیم دیگه. حال دیلی یک ثانیه برای ما اینجا منتظر میمونه. خب بعد میره چی؟ سیستم کلاک کانفیگ، دیگه F11 نمیزنم وارد این شه، اجراش کنه بیاد بعدش. و اینجا دیگه میاد چکار میکنه؟ LED مورد نظر رو روشن و خاموش میکنه. این میشه طریقه دیباگ، طریقه ابیابی چی؟ برنامه میشه. و این کار خیلی میتونه به ما کمک کنه، اینکه ما بتونیم دیباگ انجام بدیم، ابیابی بکنیم، خط به خط برنامه رو بریم جلو، متغیرها رو ببینیم، استکمون رو ببینیم، واتش رو ببینیم، مموری رو ببینیم. اینا همه به ما کمک میکنه برای اینکه بتونیم سریعتر اگر مشکلی وجود داره یا مثلا درست عمل نمیکنه برنامه ما، اون مشکل رو حل بکنیم و بتونیم چکار کنیم؟ یه برنامه بهتری رو بنویسیم. اما بریم یه کار دیگه هم انجام بدیم. پس اینا رو کامل من گفتم و با استفاده از کیوب هم اومدیم چیکار کردیم؟ پایا رو خروجی کردیم و نام گذاشتیم برای پایا، هر کدوم از پایا اومدیم یه نام تعریف کردیم. این تا اینجای کار. بعد عرض کنم به حضورتون که دیلی هم حالا گذاشتیم و اون کارهایی که بعد انجام میشد انجام دادیم. خب این تا اینجا. از دیباگ بیام بیرون، فقط این یه تیکرم بذاره توضیح بدم قبل از این که بیام بیرون. اینجا رم یکم بکشم این ورته، اینا هم ریجیسترهای در واقع کش کور نوشته، اینا ریجیسترهای کش هست،
آرمم یه قسمتی به اسم کش داره. این قسمت کش آرمه هست. خب حالا یه سری بیت های وضعیت و اینا هم داره که حالا ما فعلا به اینا کاری نداریم. و حالا مثلا اینجا نشون میده یه تایم حدودی، البته این تایم حدودی که از شبیه سازی رفته، یه سری از اطلاعات رو اینجا به ما نشون میده تو این قسمت. اینجا هم که خب پروژه مونه دیگه، اینجا ریجیسترهای داخلی در واقع چیز رو میتونیم ببینیم. و یه قسمت دیگه هم داره، اینم بگم، قسمت پریفرال. من اینجا اگه وارد بشم، خب اینجا اگه وارد بشم این قسمت کور پریفرال اون پریفرال های سی پی یو رو نشون میده. مثلا چی داخل سی پی یو؟ مثلا سیستیک. این سیستیک یه تایمره، حالا بعدا میبینیمش، برای ساخت دیلی این حال ازش استفاده میکنه. دیگه چی داریم داخل سی پی یو؟ فالت ریپورت، بخشی که مربوط به حالا خطاهایی که تو هاردویر، خطای هاردویری هست وجود دارد. بعدا اینو بیشتر میبینیم. قسمت سیستم کنترل مدای حالا کاری مختلفش. و دیگه چی؟ NVIC که مربوط به وقفه ها میشه، وقفه های مختلفی که این آرمه به ما میتونه بده. خب اینا که پس فعلا مهم نیستن. چیزی که بیشتر مهمه اینجاه. من میتونم برم تو قسمت GPIO. البته بذارید ببینیم، من اینجا اینجا کلیک راست اگه رو این بکنی در این حاله، حالا دیباگم نباشه میشه، فرق نمیکنه. اگه اینجا کلیک راست کنید بزنید Go to Definition، جایی که این تعریف شده رو میاره، نمیخواد 2 ساعت دنبالش بگردید. کلیک راست میکنم میزنم چی؟ Go to Definition، برو به این تعریفی که انجام شده. اینو که بزنم خودش میارتش. LED 1 دیفاین شده چی؟ GPIOS 3. با این علامت هم برمیگردم به خط اینجا. و اینم که LED 1، اینم اگه بزنم Go to Definition میاره. پین 13 چیه؟ GPIOS 3. خب پس اینو فهمیدیم. حالا من اگر اینجا بیام GPIOS 3 رو بیارم، حالا یک کمی نو تو من صفحه هم کوچیکه دیگه، مجبورم کمی نو رو چیز کنم. خب اینجا یه ریجیستری ما داریم به اسم چی؟ در واقع BSRR و ODR. این دوتا ریجیسترهایی هستن که خیلی به کار میاد. BSRR چیه؟ بیت 13ش بود. اگه اینو تیک بزنم، خب اینو تیک بزنم، این یه لحظه میزنه میره، پایه رو ریست میکنه اس دیگه، اس میشه ست، پایه رو 1 میکنه. اینو بزنم پایه رو 0 میکنه. بی آر این ریستش میکنه. این LED برعکس بد شده، LED که روی این برد 103 هست، LED در واقع اینجوری وصله به میکرو کنترلر، اینوری وصله، این ورش خورده به مثبت، این ورش حالا با یه مقاومتی اومده خورده به این آرمه. وقتی آرمه مثبت باشه LED خاموشه دیگه، دو طرف مثبت. موقعی که 0 بشه این LED که روی پایه PC13 روشن میشه. خب پس اینجا تیک بزنم ریست میشه، LED روشن میشه. یعنی من اینجا میتونم بدون اینکه اصلا کدی رو بنویسم بیام پایه ای رو 0 و 1 بکنم. ODR هم همینه، ODR هم دیگه 0 و 1ش جدا نیست. تو BSRR این BS ها ست میکنه، فقط نمیتونه کلیر کنه پایه رو. این BR ها هم پایه رو چکار میکنه؟ ریست میکنه. این ریجیسترش ها، یعنی ناخواسته داریم با ریجیسترش هم آشنا میشیم که این حال GPIO و رایت پین چی کار میکنه. وقتی میگیم پین رو ست بکن،
میاد این بیت 13 رو یک میکنه، اینو LED خاموش میشه. وقتی میگیم ریستش کن، این بیت 13 رو اینو یعنی اینو بیت 3 میشه. بیت نه ببخشید بیت چند؟ بیت 29. بیت 29 رو میاد مقدار میده و LED روشن میشه. حالا ODR دیگه سه تا ریستش با همه، تیک بزنیم یک، تیک رو برداریم صفره، صفر و یکش با هم انجام میشه. اینم میشه از ODR. خب پس این قسمت هم یه قسمت باحال هست. ما همه پریفرال ها رو میتونیم ببینیم، یوزارد، یو اس بی، تایمر، اس بی آی. البته بعضی از اینا رو ممکنه آرم SM32 S103 که ما داریم نداشته باشه. خب ممکنه بعضی از اینا رو نداشته باشه. این مال کل آرمای سری F1ه، مال همه شونه، که بعضی هاشو ممکنه این آرم کوچولو ما چی نداشته باشه. اینم حواستون باشه. مثلا ما پورت G نداریم روی این، پورت F نداریم، انقدر پایش زیاد چی نیست این مدلی که روی این برده هست. خب این پس تا اینجا یک کار عرض کنم به حضورتون که قشنگ چیز رو یاد گرفتید. بعد حالا یه نکته دیگه هم بگم، اینم مهمه. پس این که بتونید دیباگ کنید، ایبیابی بکنید، خودش یه هنری هست. من دیگه هرچی نکته داره این جلسه به صورت عمیق‌تر به شما یاد میدم که دیگه در این زمینه مشکلی نداشته باشید. عرض کنم به حضورتون که من یه موقعی دوست دارم برنامه ران بشه به این خطه که رسید، مثلا به این خطه، به این خطه رسید وایسه. چجوری بهش بگم؟ بگم برو تا برسی به این خطه، به این خطه رسیدی وایسه، به من بگو. خب من میام روی خطه که میخوام وایسه، اینجا اینجا که خاکستری رنگ هست، اینجا یه کلیک میکنه، یه دایره گذاشت، یه دایره یه چی گذاشت؟ قرمز. به این دایره قرمز میگن چی؟ بریک پوینت. بریک پوینت پس اینه، یه دایره قرمز برای من گذاشت اینجا. یعنی چی؟ یعنی اگر برنامه رسید به این خطه وایسا، اجرا دیگه پیدا نکن تا وقتی من بگم. پس این گزینه ران رو اگه بزنم، اینو بزنم، اجرا میشه. به این خطه رسید وایساد. این زرده نشون میده روی خط هست. این فلش زرده، این فلش آبیه، نه این زرده. این الان رسیده به این خطه وایساده. دوباره اگر ران بزنم، دوباره میره میرسه، میبینید میره یه بار اجرا میکنه، میرسه به این خطه. این بریک پوینت هم یه جایی به ما کمک میکنه. مثلا من دوست دارم برنامه تا یه جایی بره، یه جایی ایراد دارم، اون جایی که ایراد دارم بعد وایسه. خب مثلا فرض کنید چه میدونم، مثلا برفا کن ماشینتون خرابه. خب شما بخواید ایراد رو پیدا بکنید، نمیرید مثلا موتور ماشین رو با کنید ببینیدش که برفا کن خرابه. میای سراغ چی؟ جایی که مشکل داره، ببینی چرا برفا کن کار نمیکنه. مثلا فیوزش سوخته، چه میدونم مثلا گیر کرده، موتورش سوخته، سیمش قطع شده، چرا اینجوریه. اینم الان همون، اگر یه جایی از برنامه به شک داره، میریم اونجا بریک پوینت میذاریم، میگیم تا اینجا اجرا بشو، اینجا که رسیدی وایسا، من ببینم مشکل چیه. این بریک پوینت خیلی به ما کمک میکنه برای اینکه ما بتونیم عیبه یه برنامه ای رو پیدا بکنیم. این خیلی کمک کننده است. حالا بعدم بیشتر باش آشنا میشید. دیگه این جلسه معرفیش کردم که کامل اینو بفهمید. یه موقع هم هست من دوست دارم برنامه بیاد رو این خطه، مثلا خطهای دیگر رو اجرا نکنه. خب دوست دارم بیاد روی خطی که الان اینجا گذاشتم. مثلا فرض کنید یه متغیر یا میخواد مقدار بده، دوست ندارم اون مقدار رو بده، بره خط بعدش. اینو حالا بعدا مثال حل کنم میفهمید کی من این کار رو میکنم.
مثلا یه تابعی از دوست ندارم تو دیباگ اجرا بشه. خب مثلا من اینجا بریک پوینت گذاشتم، این اومده اینجا تا اینجا اومده، نمیخوام اینو اجرا کنه، دوست دارم بره خط بعد. چجوری بهش بگم اینو اجرا نکن، برو خط بعد؟ خب کاری نداره، رو خط بعد کلیک راست میکنم، میگم چی؟ Set Program Counter. اون پروگرام کانتر یه بخشی از سی پی یو که نشون میده خط بعدی که بعد اجرا بشه کجاست. اینو که بزنیم ست پروگرام کانتر، این خط رو میذاره جز اون خطی که بعد اجرا بشه دستورا، یعنی انگار اینو کلا رد کردیم، اجراش نکردیم، اینو میاد اجرا میکنه. پس این ست پروگرام کانتر اینم خیلی میتونه برای ما چی باشه؟ کمک کننده باشه. خب اوکی، پس تا اینجا چند تا چیز رو یاد گرفتیم. یکی این که اگر چیزی رو نمیدونیم روش کلیک راست کنیم، Go to Definition بزنیم. Go to Definition میپره به این تابه. داخل این تابه GPIO Write Pin چی نوشته؟ یه دونه ریجیستر BSRR رو نوشته که اومده مقدارش داده BSRR رو. حالا فعلا نمیخوام خیلی عمیق بشیم و توی اینا نمیخواستم بگم، فقط این Go to Definition رو بگم. یکی اینو یاد گرفتیم، بعد دیگه چی یاد گرفتیم؟ این دکمه رو یاد گرفتیم، این بر میگرده، کنترل و مثبت منفیه، کنترل و مثبت منفی رو بزنید چی میشه؟ این بر میگرده. خب اینم از این. دیگه چی؟ خب اینجا هم که اومدیم گفتیم ریجیسترهای داخلی سی پی یو رو نشون میده، بعد این ورم که پنجره واتش و کال استک و متغیرهای محلی و مموری و اینا بودش. تو این قسمت پریفرال هم همه بخشای آرم SDMA رو میتونیم ببینیم، هر بخشیشو بخوایم، NVIC, PWR, RCC همه اینا رو میتونیم دونه دونه بریم چکار کنیم، بررسی کنیم. پس این محیط دیباگ این برنامه میتونه خیلی به ما چکار کنه، کمک کنه که اگر عیبی یا مشکلی توی برنامه وجود داشت چکار کنیم، برنامه رو عیبیابی بکنیم، مشکل رو حل کنیم. خب این تا اینجای کار. دیگه فکر نمی کنم این قسمت مشکلی وجود داشته باشه. اون ابزاری که برای دیباگ لازم بود و این جلسه کامل به شما آموزش دادم. این قسمت Show Disassembly اینجا را اگه من کلیک کنم چی میشه؟ معادل اسمبلی این دستورا رو به من نشون میده. خب معادل اینها رو به من نشون میده، مثلا این چی کار میکنه، یه سری این یک رو گذاشته تو ریجیستر R2، بعد R4 و R1 رو ریخته تو R4 رو چکار کرده، یه سری دستور رو اجرا کرده. این مهم نیه، اسمبلی شه دیگه. پس اینو من فعلا ببندم. اینم از این دیگه، هر کاری که میخواید انجام بدی ابزارتون اینه. بریک پوینت هم که دیدیم، یه موقع هم دوست دارید همه یه بریک پوینت ها پاک بشه، اینجا اگر کلیک راست کنید کیل آل بریک پوینت رو میزنید، همه بریک پوینت ها میره. یه موقع هم هست مثلا یه آرایه دارید 200 خونه داره، دوست دارید خونه هاشو سیو بکنید تو کامپیوتر، اینجا یه فانکشن ادیتور داریم، اینجا میتونید یه دستوری بنویسید و اجراش کنید، کامپایلش کنید، بره متغیرها رو براتون سیف کنه. حالا اینا رو بعداً دونه دونه میام توضیح میدم. اینم از این. ریست سی پی یو هم که گفتم، دیباگ ستینگ هم که تنظیماتشه دیگه، مثلا این استیلینکه با چه سرعتی کار کنه، یه موقعی این 10 مگ زیاده ممکنه مثلا هنگ کنه وسط دیباگ بیاد بیرون، میاد یه کوچولو اینو کم میکنید. حالا فعلا که اینجا مشکلی نداشته، پس اگه این سرعت زیاد بود میتونید کاهشش بدید اگه یه جایی اذیت کرد.
بعد اینم از این کانکتش هم میتونید مثلا آندر ریست نباشه. آندر ریست یعنی حتما باید ریست رو نگه داشته باشی. میتونیم مثلا ویسپ ریست بذاریم یا مثلا حالت نورمال باشه. خب اوکی، اینم حالا میتونم از حالت دیباگ فعلا بیام بیرون. اینم از این گزینه لود هم اگه بزنید بدون اینکه دیباگ رو بیارید برنامه رو میریزه رو آیسی. فقط بعد توی قسمت options for target بکنم اینجا utility، اینجا این گزینه reset and run هم تیک بزنید. چی میشه اگه اینو تیک بزنید؟ وقتی این گزینه لود رو زدید برنامه رو ریخ روی میکرو، میکرو رو ریست کنه و کد رو اجرا بکنه. بعد اینم چیکار میکنه؟ ایره سکتور فقط سکتورهای از فلش رو که کد اشغال میکنه رو میره پاک میکنه، نمیره کل فلش رو پاک کنه. این یه جایی به کار میاد. خب این که کل فلش رو پاک کنه یا اصلا پاک نکنه موقع پروگرام، اینا همه استفاده میشه که حالا انشالله بعداً بهش میپردازیم که کی مثلا کل فلش پاک بشه بده، کی اصلا مهم نیست، اینا رو حالا بعداً میبینیم. فعلا همین ایرید سکتورز باشه، همین که خودش داره کافیه. بعد اینم که از این اینم که آدرس پکشه دیگه، آدرس پکشو پک چیه؟ دیبا کانفیگ، آدرس کانفیگ این دیباگر رو نشون میده. خب از این پک استفاده کرده. خب اینم از این قسمت هم که توابع در واقع خود حال هست، توابع حال هست. اینجا هم که تابع مین بود ما یه 3-4 تا خط اینجا اضافه کردیم، بقیه رو خودش چیکار کرده اوورده برای ما. پس شما هم میتونید چیکار کنید؟ شما هم میتونید این کارهایی که گفتم رو انجام بدید، برنامه رو بیارید و وارد دیباگ بشید، خط به خط برید جلو و این نکاتی که گفتم همه رو تمرین کنید دیگه. تو خیلی مهمه تمرین کردن، باعث میشه یاد بگیرید. اینکه فقط فیلم ببینید، فقط همینجوری نگاه کنید یاد نمیگیرید. شاید بفهمید من چی میگم ولی یادتون میره، زود یادتون میره. خیلی پس اهمیت داره که چکار کنید، تمرین انجام بدید، تلاش کنید و کارهایی که گفتم رو انجام بدیم. مثلا من یه شاگردی داشتم، این بنده خدا یه پک آموزشی خریده بود، در مورد فکر کنم اندروید بودش، کلش رو دیده بود، نمیدونم چقدر بود، 10 ساعت بود، 20 ساعت بود، چقدر بود نمیدونم، کل این پک رو دیده بود، یه خط برنامه هم ننوشته بود. میگفت آره کلش رو دیدم، بد نبود. بعد اصلا من همینجوری اینو نگاه میکردم، گفتم چی میگی؟ چجوری کلشو دیدی نیومدی یه خط برنامه هم بنویسی؟ همون قسمت اولشو که میدیدی بعد میرفتی عملیش هم انجام میدادی تا ترست بریزه. وقتی اینجوری دیدی یه پروژه بد بدن میترسی، چون باش کار نکردی دقیقا مثل ریاضی میمونه. من ریاضی میخواستم امتحان بدم، صورت مسئله رو میذاشتم جلو، میگفتم خب سوال اول فهمیدم، یعنی میخواستم بخونم، سوال دوم فهمیدم، اصلا خودم حل نمی کردم. و سر آزمون همون سوالی که از روش رد شده بودم خودم حل نکرده بودم اومده بود، همون این همون سوال توی مدرسه. میگفتم خدایا چی بود؟ چیکار کرده بود؟ راه حلش چی بود؟ نمیتونستم بنویسم. اما برنامه هایی رو که سر امتحان می دادن، خودم قبلش برنامه که یعنی نه سوال ریاضی بگیم، برنامه نویسی که یعنی سوال هایی که سر امتحان می دادن، خودم قبلش همونا رو حل کرده بودم، یک بار بلد بودم، راحت می نوشتمش.
اینم همونه، اگر خودتون حل نکنید، خب خودتون برنامه رو حل نکنید، فقط فیلم نگاه کنید، تهش میشه همین. یکی هم یه کاری به شما بگه انجام بدید، چون دستتون کار نکرده نمیتونید. میگید ما هم رفتیم و یه کلاسی رفتیم به درد نخور، استادش آشغال بود به درد نخور. خب نمیاد خودشو متهم کنه. خب آدما همه اینجوری هم. کمکاری خودشون رو میندازن گردن دیگران، نمیاد بگه خب من خودم چقدر تلاش کردم. شما مثلا برو یه باشگاه ورزشی همینجوری بشین نگاه کن بقیه رو، بعد یه سال شاکی هم تازه باش، بگو عجب استاد به درد نخوری بوده بلا نسبت این باشگاه، اصلا هیچی به من یاد نداده، من اصلا هیکلم اون چیزی که میخوام در نیومده. خب یعنی دیگه عوض میخوام، یکی نیست بهش بگه احمق تو باید بشینی کار کنی، تلاش کنی تا هیکلت ورزیده بشه، زحمت بکشی، عرق بریزی، اون موقع میشی ورزشکار. خب اینجا هم همینه، اگر تلاش نکنید، کار نکنید، خب هیچ نتیجه ای رو نمیگیرید. بعد تلاش کنید، زحمت بکشید تا به نتیجه خوبی برسید. خب همش منتظر این نباشید که یه نفر از راه برسه یه چیزی رو به شما یاد بده. حالا اگه مثلا یه چیزی هم نگفت تازه ناراحت هم بشید که این چرا هیچی نگفته. خب این 90% خودتون هستید که یاد میگیرید. کلاس فقط یه سرعت مضاعف ایجاد میکنه، به شما یه سرعتی رو میده که سریعتر برسید به اون مقصد. ولی تا خودتون دست به کار نشید، برنامه ای رو ننویسید، حتی اگه ساده ترین برنامه باشه مثل همین، وقتی تو عمل برسه نمیتونید، این جزء ذات آدمه، نمیتونید بنویسید. همه اینایی که میگم خیلی راحته، 2 دقیقه میاد میزنید، ولی حتما بعد اجرا هم چی بشه، اگه اجرا نشه به مشکل میخورید بعدن. پس اینم گفتم که دیگه در جریان باشید، حواستون باشه که حتما بعد اجرا بکنید، نذارید هی بگید بعدم بعدم، این تنبلی کار دستتون میده. خب پس برای این جلسه کافیه، من به اندازه کافی نکاتو گفتم. حالا جلسه بعدم من تیترش رو اینجا بنویسم که بدونیم میخوایم چیکار کنیم. خب بریم جلسه، در واقع جلسه چهارم. جلسه چهارم بریم شبیه سازی بکنیم، شبیه سازی برنامه در پروتئوس. چون ممکنه بعضیا مثلا برد و اینا نداشته باشن، بتونیم حداقل یه برنامه رو روی پروتئوس هم ران بگیریم، ببینیم چجوری داره کار میکنه. اینم بریم جلسه بعد انجام بدیم. خب پس تا جلسه بعد، خدا نگهدار.